از طنز تا نطنز، رویدادهای کشور مستقل اسدآباد بخش سوم. سرخط خبرها: ظهور امام زنان در حمام اسدآباد. اسدآباد پرس گزارش داد همه شواهد حاکی از آن است که امام زنان روز جمعه آینده ساعت 4 بامداد در حمام پایین محله ظهور خواهد کرد. وی شمشیر زنان به سوی غرب به حرکت در خواهد آمد. هر 400 زنی که طبق اسناد و روایات قرار بوده در رکاب حضرتشان شمشیر بزنند، از بعد از ظهر دیروز سه‌شنبه به آرایشگاه رفته، شلوارهای چسبان جین، کفش‌های ورزشی نایک پوشیده و با زدن عینک‌های آفتابی و بستن شال توری روی باسن‌هاشان جلوی حمام گرد آمده و مشغول صیقل دادن زبان‌های خود با موبایل هستند. پیشوای مذهبی کشور دستور داده اسبی برای حضرت قشو کرده به اندازه کافی چوسفیل و فجیل به آن بخورانند تا مانع حمله دشمنان از پشت سر به اسب مبارکشان شود. علائم ظهور حضرت: صبح امروز چهارشنبه یک رعد و برق قولاسا دو آنتن ماهواره‌ای را که از غرب دستور انقلاب نرم می‌گرفتند در هم شکست و زمین لرزی به شدت 8 ریشتر کشور ملهم دره را نلرزاند، بلکه یکسره از جغرافیای زمین حذف کرد. ساعت 12 ظهر خر دجال در کشور قم ظاهر شد و طی نطقی فرمود: ولکن از اینکه هزار سال چشم به راه ما بودید، از یکایک بیضه های دین مبین تشکر میکنم. از حالا کمی در کوچه های این کشور لگد میپرانم و هجمت میکنم و مع الاسف ترقه در میکنم، ولکن تا زمینی ظهور صاف بشه. نه علاوه بر این که زندگی مادی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. خوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم. شما را به مقام انسانیت میرسانیم. او در پاسخ به اینکه چرا این همه سال ما ملت مظلوم را چشم به راه گذاشتید فرمود: طویله تاریک بود، خواب ماندیم. ظلمات طویله البته توطئه شیطان بزرگ بوده بوده. علت و تاریخ غیبت کبرا: هزار سال پیش امام زنان به حمام پایین محله وارد شد و رو به زنانی که برهنه در برابر او زانو زده بودند گفت: بچه ها، چون کمی خستم میخوام غیبت کبرا کنم. باید به مرخصی هم برم. کارهای اینترنتی هم روی دستم مونده. هزار سال دیگه بیاین همینجا، من ظهور میکنم. دوست دارم موقع ظهور پرزیدنت اوباما ظهور کنم تا خودم یک بمب انتحاری لای پاهاش کار بگذارم تا کیف کنه. وقتی برگردم همه ی آرزوهاتون رو برآورده میکنم، همه شو. یادتون باشه لیست آرزوهاتون رو با فرمت ورد در ویندوز روی سی دی با خودتون بیارین. آنگاه امام به خزینه رفت و از نظرها
ناپدید گردید. شما در مفاهیم آخرالزمان با کلمه دجال آشنا هستید. در حدیثی در وسائل شیعه امام رضا علیه السلام می‌فرماید در آخرالزمان میان شیعیان ما خطری پیش میاد که این خطر فتنش از دجال شدیدتره. از کسانی که راه مقدس ما اهل بیت رو برگزیدن کسانی هستن که فتنشون شدیدتر از دجال. اینا چجوری فتنه میکنن؟ به واسطه دوستی کردن با دشمنان ما اهل بیت و به واسطه دشمنی کردن با دوستان ما اهل بیت. غالب پیروان دجال در آن روزگار شالی سبز در سر و دوش دارند. امام علی علیه السلام به زیبایی نقش و سرنوشت قوم یهود را در خاورمیانه در عصر ظهور بیان می‌فرمایند. یهود برای تشکیل دولت خود در فلسطین از غرب خواهند آمد. عرضه داشتند یا ابوالحسن، پس عرب‌ها در آن موقع کجا خواهند بود؟ فرمودند در آن زمان عرب‌ها نیروهایشان از هم پاشیده و ارتباط آنها از هم گسیخته بوده و متحد و هماهنگ نیستند. از آن حضرت سوال شد آیا این بلا و گرفتاری تورانی خواهد بود؟ فرمودند خیر، تا زمانی که عرب‌ها زمام امور خود را از نفوذ دیگران رها ساخته و عزم جدی آنان دوباره تجدید شود، آنگاه سرزمین فلسطین به دست آنها فتح خواهد شد و عرب‌ها پیروز و متحد خواهند گردید و نیروهای کمکی از سرزمین عراق به آنان خواهند رسید که بر روی پرچم‌هایشان نوشته شده است القو. اقدامات امام برای زنان. اسلام‌آباد پرس از شور و شوق بی حد و حصر زنان خبر داد. خبرنگار ما از یکی از زنان سفت حجاب که در محل حاضر بود پرسید اوه چه قیامتی به پا کردین کبرا باجی جون؟ حالا وقتی امام زمان ظهور کنه چی کارا میکنه واسهتون انشالله؟ کبرا باجی گفت مردها آن همه امام دارند، ما زنان تنها همین یک امام را داریم که تمام نیازهای جنسی و نقدی ما را درک میکنه و میاد تا اونا رو برآورده کنه، میاد تا سهم ما رو از ارث دو برابر سهم مردها بکنه. ارزش شهادت و گواهی یک زن در برابر قاضی را 4-5 برابر ارزش شهادت مردها بکنه. ازدواج هر زن با 4 مرد قانونی و شرعی بشه. سوای اینا پس از ظهور حضرت هر زن میتونه تعداد زیادی هم مرد رو صیغه کنه و برای خودش یه حرمسرای مردانی درست حسابی ها راه بندازه. از این به بعد فقط زنا حق دارن ولی فقیه بشن، رئیس جمهور بشن، نماینده مجلس بشن. ما دیگه هیچ مردی رو به مجلس خبرگان رهبری راه نخواهیم داد و چون شکم سغرا خیلی گنده است اونو به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام انتصاب میکنیم. این زن دانشمند و نیمه فمینیست که در دفاع از حقوق زنان شهرت جهانی دارد و 4 بار برنده جایزه بین المللی جنگ علیه مردان و صلح در حرمسرا شده به خبرنگار اسدآباد پرس گفت مردان کشتزار ما هستند، از هر کجا که بخواهیم وارد آنها خواهیم شد. مجموعه روایات ویژگی های مختلفی را برای شعیب ابن صالح بیان می کنند. شعیب چهره گندمگون دارد. محل خروج وی از ری یعنی تهران کنونی است. محاسن کم پشتی دارد. شاب یعنی سرزنده و با تراوند.
صاحب اراده بسیار قوی و خلل ناپذیر است. نام مستعار وی شعیب ابن صالح است. مورد اعتماد و تایید سید خراسانی است. از بنی تمیم بوده یا با آنها ارتباط دارد. هدف نهایی او بیت المقدس است. ضعیف الجثه و لاغر است. برای ظهور امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف زمین سازی می کند. پوشش خبری هوشمند برای وقت ظهور. از همکنون شهرداری کشور اسدآباد راه آبهای مناسبی برای هدایت خونهایی که ریخته خواهد شد احداث کرده است. راستش 6-7 دم زدیم، صدای بزرگ که وقتی حضرت میاد شمشیر میکشه، آدم میکشه، خون روان میشه، این خونها هدر نره، جمع بشه، به دردمون میخوره. ما ملتی هستیم که بدون خون و دیدن خون و خون ریزی اصلا احوالاتمون نمیگذره ها. مجتهد حوزه علمیه خبر داد سیستم خبررسانی حوزه که در برگیرنده هزاران دستگاه هوشمند و متحرک است، ظهور حضرت را پوشش خبری خواهد داد. این دستگاه ها در نوع خود بی‌نظیرند. علمای حوزه این دستگاه ها را با استفاده از شکل آدم طراحی کرده اند، به این معنی که هر دستگاه هوشمند دارای 2 پا، 2 دست، 1 دهان گشاد و صورتی پشمالود می باشد. یک عمامه ضد اتمی بر سر آنان قرار دارد و یک پوچش عبا مانند بدن آنها را از اصابت هر گونه تشعشع اتمی یا پارازیت هایی که بر امواج رادیویی و تلویزیونی می اندازند حفاظت خواهد کرد. انبار اطلاعات این دستگاه ها کمی بزرگتر از شکم آدم های چاق است. این موجودات هوشمند تنها برای خبررسانی در ارتباط با امام زنان تدارک دیده شدند. قرن‌هاست که جهان بشریت چشم انتظار آمدن مردی است که تمام ادیان الهی آمدنش را اشارت داده. خب حالا یک ترانه نیناشناش گوش کنید، رفع خستگی کنید تا من برم آشپزخونه یک چای بیارم. شما نرینا، من چای میارم برای شما، هم میارم. شما فقط بشینید اینجا ترانه نیناشناش گوش کنید، من چای میارم تقدیمتون میکنم. باشه، با ما باشید، نرید. ما بازارچی آگهی ها و اون چیزا هم نداریم، فقط نیناشناش. Giyip gülü tumanı, bela tumanı, sakine daydı zınaynay. Giyip gülü tumanı, tumanı, sakine daydı zınaynay. Sana beni dolandı, benim, benim yar. Sana beni dolandı, benim, benim yar. Sabıgı bedkavli های امام. امام زنان قبلا نیز چند بار قول حتمی داده بود که ظهور کند. حتی ساعت دقیق و محل ظهور خود را هم رسما به برخی ملاها، فالگیرها و رمالها در اسدآباد اعلام داشته بود. اما هر بار به علت آماده نبودن همه شرایط لازم ظهور خود را به تعویق انداخت. اما این بار زنان از او قول مردانه گرفتند تا ظهور کند. برخی از محققین اعتقاد دارند که در آستانه ظهور ایران دستخوش فتنه‌های بزرگ و التهابات میان 2 گروه خواهد بود. گروهی که می‌خواهد پرچم انقلاب را به دست امام زمان ارواح و نافدا تحویل دهد و گروهی که مخالف آن است و نمادی سبز دارد. آردیا، اون گروهی که پرچم انقلاب را میخواد تحویل امام زمان بده همین گروه خامنه‌ای و اصولگرایان و خودمونن. او یکی گروه که خیانت میکنه پرچم سبز مال همون موسوی و سبزا و این چیزان. منتها اینجا این حدیثی که برای ما گفت یه مقدار سمبولیکه. این سمبولیک هم یک سبکیه برای خودش که آدم باید یک ذره فکر کنه. آدم ها یک ذره فکر کنه که بفهمه چی به چیه. چون سمبولیک چیز دیگه، یه ذره سخت دیگه. امام زمان را او را صاحب کشور ایران سابق هم می دانند. باستانشناسان اسناد رسمی محضری را که
ایران در مالکیت حضرت است در کتابخانه رمضان فالگیر کشف و در بریتیش موزیوم قم نگهداری می کنند. این بار ظهور حضرت امام زنان حتمی است، چون رادیو بی بی سی ما هم مرتب گزارش هایی از آمادگی اوضاع پخش می کند. بی بی سی ما گفت هنوز امام زمان به لندن گزارش نداده است که آیا با لونگ ظهور خواهد کرد یا برهنه، اما لندن در دستورالعملی که برای حضرت فرستاده بود به ایشان توصیه کرده با لباس قواسی ظهور کنند تا بتوانند از دریاهای خون بگذرند. این لباس قواسی را کاخ سلطنتی به عنوان یک هدیه برای حضرت فرستادند. احتمال ربوده شدن حضرت. زنان کشور جمکران که وی را سهم خود می دانند از همینک برای تور زدن و ربودن او آماده شدند. گفته می شود چند تن از آنان به جامعه مردان در آمده و به اسدآباد آمدند تا در رکاب حضرت به عنوان جانباز خون بریزند و سر بزنگاه حضرت را ربوده به کشورشان ببرند. ماهواره‌های اطلاعاتی شرق و غرب در آسمان اسدآباد اجتماع کرده و تحولات در حمام پایین محله را به جهان مخابره می‌کنند. تا کنون به علت تصادم یک ماهواره اسرائیلی با یک ماهواره قزوینی هر دوی آنها سقوط کردند، یکی در کویر لوط و دیگری در کویر الوات. اعترافات تلویزیونی یک لبوفروش به نقل از اسدآباد پرس. سرانجام پس از 3 ماه شکنجه، صفات علی لبوفروش در اسدآباد تیوی حاضر شد و اعتراف کرد که اطلاعات علمی کشور را به ناسای آمریکا میفروخته و همزمان برای سازمانهای اطلاعاتی اسرائیل و ساکنین مریخ جاسوسی میکرده است. خوشبختانه برخلاف موارد قبلی هیچ گونه آثار ضرب و جرح در صورت این خائن وجود نداشت. ایشان در یک اتاق مبله در حالی که تریت آبگوشت خود را با خونسردی، آن هم با پیاز تازه، در برابر دوربین تلویزیون میلونباند چنین اعتراف کرد: من صفات‌علی فرزند مفتلی، شغل لبوفروش، بدین وسیله در کمال خونسردی و با عقل کامل در برابر دوربین تلویزیونی که اولین بار آن را در عمرم میبینم اعترافاتی به شرح زیر دارم. ببخشید اگر خودم هم نمیفهمم چی میگم، چون این اعترافات را حفظ کردم، اما مطمئن هستم که دشمنان اطلاعات ارضی و سماری مرکز ماسای اسدآباد را دزدیدند، در لبو جاسازی کردند، به من دادند و من هر روز آنها را به مأموران ناسا تحویل می دادم. به من گفتند بگویم که فرمولهای پرواز سفینه بدون سرنشین به کهکشان 3 شیری را که روی کاغذی نوشته بودم و در کنار آب مسجد دفع فرمودم تا جاسوسان ساکنین مریخ بیایند بردارند ببرند، من با اعلام شرمندگی در برابر امت اسدآباد این کار را کردم. یعنی هر روز پس می دادم و جاسوسان آنها را به کره مریخ می بردند. آنها حقوق من را توسط کشور اشغالگر قدس که نمی دانم کجاست به صورت لبوی کنسروی می دادند. اگر مشکل فنی پیدا می کردم 3 جاسوس از سازمان ناسا مرا کمک می کردند تا فرمولهای قورت داده را سالم فراوری کنم. اعتراف می کنم که به کشور خیانت کردم. من حتی فرمول پختن لبو و پوست گرفتن چغندر را به اسرائیلی ها تحویل دادم. البته من اینها را به زنم گفتم و نمی دانستم آن سلیطه مأمور موساد است. یک روز در مراسم سینه‌زنی شرکت کردم. یک کاسه حلیم از ولیمه کربلای حسین دریافت فرمودم که در آن آدرس ایمیل 2 مریخی قرار داشت.
من سیر بودم و میل نداشتم، این دو میل را به ناچار با حلیم خوردم. از آن پس شکم بی صاحب من هر روز فرمول هایی را که با چوسفیل یا لبو یا دوخترید می خوردم به مریخ می فرستاد و آنها جوابش را به شکم من می دادند. من آروغ می زدم و فرمول ها به صورت گاز بیرون آمده به دست عوامل داخلی توطئه طرح براندازی می رسید. من از پیشگاه رهبر معظم اسدآباد طلب مغفرت دارم و دوست دارم جزو سربازان گمنام امام زنان باشم. با آنها که آشنا شدم دیدم خیلی مهربان هستند. اگر دوتاشان می زنند یکیشان وساطت می کند. من دوست دارم جزو آن دو نفر اول باشم. اگر مرا اعدام نکنید من حاضرم اطلاعات علمی مریخ را برای کشور عزیزمان اسدآباد دانلود کنم. و سلام علیکم و من التباهی صفاتعلی لبو فروش محله گاراژ. در اینجا توجه شما شنوندگان گرامی و بینندگان محترم صدا و سیمای کشور مستقل اسدآباد را به شنیدن چند خبر کوتاه جلب. چند خبر کوتاه از کشورهای متضاد المنافع. تهران. خراباتی های کشور تهران شب گذشته مقبره خیام را از کشور نیشابور ربوده و به تهران بردند. یکی از آنها در حالی که تلو تلو میخورد به خبرنگار ما گفت مشدی می خوردن صفا نذاره مگه بالا قبر خیام فداشم. تبریز. فرهنگستان کشور تبریز دستور جمع آوری همه کتاب ها و متونی را داد که در آنها از کلمات تمامیت ارضی استفاده شده است. فرهنگستان این واژه ها را طاغوتی و نشانه شونیسم فارس معرفی کرده، حالان که هر دو کلمه عربی هستند و ربطی به فارس ها ندارند. سمنان. یک توریست فیلیپینی در کشور سمنان به اتهام داشتن نیت انقلاب مخملی دستگیر شد. او که مدعی است یک شاعر نوپرداز است و داشته به سوی قبر نیمایوشیج برای زیارت می رفته، در فرودگاه بین المللی سمنان به دام مأموران افتاد. شیراز. دولت شیراز به پیشوای دینی کشور قم پیشنهاد کرد مقبره شیخ مصلح الدین سعدی را به رایگان به کشور خود ببرند. رئیس جمهور شیراز گفت از هرچه شیخ و اصلاح طلب و دین حالمان به هم میخوره کاکو. این آقای سعدی نه شیخ بودنش معلوم بود، نه اصلاح طلبیش و نه دینداریش. اسم خودش هم گذاشته بود شیخ مصلح الدین. همش در عنفوان جوانی به سر می برده چنان که افتد و دانی. من چه می دونم. بینندگان محترم صدا و سیمای اسدآباد، همکنون همه کارمندان صدا و سیما باید برای شرکت در کنسرت آهنگران به مسجد محلی میدان برویم. برنامه ها را در اینجا قطع می کنم و از اتاق فرمان خواهش می کنم میکروفون را مستقیما به محل پخش زنده این کنسرت وصل کنند تا شنوندگان و بینندگان محترم این صدا و سیمای مردمی کمی گریه کنند، عشق بریزند برای سید و شهدا و انشاءالله اجر همه با سید و شهدا باشد. این شما و این هم پخش زنده کنسرت مسجد محلی میدان. اگر خدای نکرده در غیاب ما ضد انقلاب همدان ترانه های ضد انقلابی روی موج صدا و سیمای اسدآباد انقلابی فرستادند، لطفاً به صدا و سیما تلفن بزنید. ای نوح من بخواه که گرم کردن و
دست کشتی صبر مرا اینا خدا. بارک الله بیک. احسان احسان. چهای آشنا مردمای با سپا یاد روزای بدیم منو بچه بیا کوچه‌های آشنا مردمای با سپا نمیره ایاد من نمیشه امسپا رفته بودم به محله خودمان ایسوا کردم به درانه خانمان چه تری گذشت به مدار زمان باز دلم فکر نکردش میره راه خوب و بد میکنم